به به سلام، خوش آمدید به حادی دیگر و گروه دیگر. قبل از شروع برنامه که اصلا خودش این شروع هست، این هستش که یک بیت شعر من دارم که خیلی خبریه براتون میگم. نمیدونم اون هفته خوندم یا نه، اگر اون هفته خونده باشم که شما دیگه از بر باید داشته باشید این یک بیت رو، وگرنه این هفته براتون میگم خیلی سخت نیست از بر کردنش و میتونید که همیشه اون رو در حافظه داشته باشید، چون یک بیت خبری روحانی مملکتیه و خبریش هم از این جهتی که مربوط به ابتلای آقای اعلم الهدا به بیماری کرونا است که ایشون چنکارن، ایشون امام جمعه مشهد هستن و نماینده امام و نبود آقای خمینی و همه ائمه اطهار و اینا در مشهد هستش ایشون، و به یک احتمال پدرزن رئیس جمهور آینده هم خواهد بود اگر آقای رئیسی اون عامل یکی از عوامل کشدار 61 و 67 و هر سال دیگری رئیس جمهور بشه. ایشون میشه پدرزن رئیس جمهور ایران بدبخت. و بعد ایشون که کرونا گرفت، من یه بیت تاریخی رو گفتم که خیلی تشویق شدم، یعنی اصلا قرار بود نزدیک بود نوبل به من بدن، البته نه نوبل ادبی، فکر میکنم بابت این بیت باید یک نوبل پزشکی به من میدادن. علم الهدا کرونا گرفت، کرونا علم الهدا گرفت. بیت تکان دهنده پرمنطقه، پرمعنی، اندازه سه تا قصیده. این اصلا این یه بیت معنی داره، حفظ کنید، کار سعی کنید چند بار تکرار کنید با من. مثل این دوست فیزیوتراپمون دکتر نوید محمدزاده که میگه که چند بار تکرار کنید دستتون خوب میشه، ببرن گفته دستتون اینجوری کن، اینجوری کن، تکرار کن خوب میشه. حالا من هرچی هم تکرار بکنم بهتر شده البته، ولی دیگه مثل 18 سالگی نمیشه، ولی که 18 من داره کم کم یکش میاد این بر عب نداره. به هر حال شما اینو تکرار کنید. علم الهدا کرونا گرفت، کرونا علم الهدا گرفت. حالا یک خبر پزشکی دیگه هم دارم که اینو بی بی سی اعلام کرده، بنیاد سخن پراکنی بریتانیای کبیر اعلام کرده که مهدی کروبی بار دیگر دچار حادثه شد. داد و دنگ. بی بی سی. حسین کروبی به بی بی سی فارسی گفت طی 6-7 ماه اخیر این دومین بار است که پدرش با آسیب دیدگی در ستون فقرات مواجه می شود. بی بی سی خبر می ده. حسین کروبی گفت شب گذشته آقای کروبی دچار افت فشار شده و در نتیجه زمین میخورن، که پس از آن بلافاصله مادرشان به بالای سر آقای کروبی میرود. بلافاصله، یعنی بی بی سی این بلافاصله شن یه ننداخته که ملت خیال نکنه مثل که مادر آقای حسین کروبی همسر آقای کروبی بیت کروبی سن. یواش 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 داشته میرفته بالای سر آقای کروبی، بالای سرش میرفته. بی بی سی خبر میده. بعدم میگه که به گفته فرزند آقای کروبی
پس از حادثه نیروهای امنیتی وارد می شوند و به اورژانس اطلاع داده می شود و سپس ایشان به بیمارستان منتقل می شوند. نیروهای امنیتی وارد می شوند. حالا ما این ماجرا رو تا اینجا که نیروهای امنیتی وارد می شوند و اورژانس خبر می کنند و براتون تحوتوش رو در آوردم که بگم. اول ورود نیروهای امنیتی به منزل آیت الله کروبی. امنیتی یک: پیرمرد تو چرا ظرف و ظرف میفتی؟ کروبی ناله: یا امام زمان، یا امام زین العابدین بیمار. امنیتی دو: حاج خانم چی شده؟ بیت کروبی: اول فشارش افتاد، بعد خودش افتاد. امنیتی سه: نفرین رهبریه. بیت کروبی: چند تا نقطه گذاشتم سانسور. وقتی اون میگه نفرین رهبریه، صحبت همسر آقای کروبی، ما بیستیم بیت کروبی دیگه، از این همسر و عیال و نیمه دیگر و اینا اصلا نداریم دیگه. بیت کروبی چی میگه؟ که امنیتی چهار میگه حاج خانم بازداشت میشی یا؟ امنیتی پنج: یه جوری میگیریمت که بی بی سی هم نفهمه. امنیتی شیش: نه بابا، بی بی سی خبرهای مهم و سر ضرب گیر میاره. امنیتی یک تلفن میگیره: الو اورژانس. امنیتی صحبت میکنه: الو الو، نترسم، با خودت کار ندارم. الو الو، چرا قطع کردی؟ امنیتی دو: چی شد؟ ترسی؟ امنیتی یک: نمیدونم، گمونم تلفن چی شد، استعفا چرا داد رفت؟ امنیتی دو: در رفت. امنیتی هفت: یک اورژانس دیگر رو من گرفتم، دکترش آشناست، سر یک ماجرایی خودم شکنجهش دادم، داره بوق میزنه. الو دکتر، منم بازجو مهربونه، یک آمبولانس میخواستیم. ببینم چی شد که شکنجهش دادی؟ امنیتی همکارش میپرسه: والا با باجناش اختلاف داشت، بعد خب اختلاف مالی داشت. خب همکارش میگه اختلاف مالی که شکنجه نداره که، و این میگه نه آره، ولی من موضوع رو چرخوندم، سیاسیش کردم که مجوز شکنجه داشته باشم. آخه باجناش خیلی حال میداد. خیلی خوب، بگو حالا یه آمبولانس بفرستن. امنیتی یک: بگو دورش میله داشته باشه. امنیتی هفت: ببین دکتر، آمبولانس میله دار میخوام، واسه اینکه متهم در نره. من متهم نیستم، محصورم. یا زین العابدین. امنیتی هفت: ندارن آمبولانس حفاظتی، ندارن. امنیتی یک: قصابخونه رو بگیر، ماشین گوش بفرستن. کربی: آخه من کجا بخوام درم با این کمر درد؟ امنیتی یک: در بری بری قزوین، خونه امام جمعهش، یادت نیست؟ ما هممون یادمونه. امنیتی هفت: کروبی کروبی، حیا کن، شهر ما رو رها کن. امنیتی دو: دشمن دین و ملت اعدام باید گردد. امنیتی سه: کروبی کروبی، میکشیمت به خوبی. امنیتی چهار: فتنه‌گر، حیا کن، شهر ما رو رها کن. امنیتی پنج: قوامی بیغیرت، خجالت خجالت. امنیتی شیش: از آس امروز کروبی بیغیرت تو شهر ماست. امروز یکی یکی شعارهای اون سفری که آقای کروبی رفته بود به
قزوین منظره آقای قوامی هم جمعه قزوین رو تکرار میکنن که امنیتی یک میگه بچه کجا بیان؟ پیرمرد داره میمیره. کروبی یا ششتن آل عبا یا پونزه معصوم. امنیتی هش یکی اضافه شد. کروبی اینا رو ما خودمون درست کردیم، لازم باشه کوازیات بکن. خیلی درد دارم. یا ششتن آل عبا یا پونزه معصوم. امنیتی هفت میگه ماشین گوشت داره میاد. امنیتی سه این بابا توی ماشین گوشت حالش بد نشه، اون دفعه نویسنده ها رو می بردیم همه شون بالا آوردن. امنیتی نه داداش، این بابا جون بالا آوردن نداره، فقط ممکنه جونش بالا بیاد. امنیتی ها با هم ها 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 می خندن. امنیتی سه داداش ماشین گوشت که آژیر نداره که، ترافیک هم هست. امنیتی یک خب بگو یک آمبولانس بیاد آژیر کش جلو بیفته، ماشین گوش پشت سرش بابو بابو و با امنیتی سه سر را میرحسین هم برداریم. امنیتی یک اون دیگه واسه چی؟ امنیتی سه دو سه تا عکس هم از کمر ببره اون بگیریم که دیگه چند روز دیگه علاف اون نشیم. امنیتی یک نه نمیخواد، دستبند پابند اضافه نیاوردم. بیت کروبی مگه میخوام بهش دست به پابند بزنی؟ امنیتی بله حاج خانم، برای امنیت خودش. تک این بخش تموم میشه. حالا تو اورژانسی دکتر لطفا دستبند و پابند رو باز کنین ازش اکسری بگیرم. امنیتی یک همین جوری بگی دیگه. دکتر نمیشه، بدن باید آزاد باشه. امنیتی یک یه کارش بکن حالا. دکتر عملی نیست. حالا دستبند و پابند برای چی هست؟ امنیتی یک حکم حکومتیه. کروبی اجالتم باز کنین، قول میدم فرار نکنم. امنیتی یک ایوا بچه ها من کلیدای دستبند و پابند رو تو هست جا گذاشتم، یکی بره بیاره. کروبی من دارم میمیرم قوم و ظالمین. امنیتی یک پیرمرد امیر. امنیتی هفت نمیر کارت داریم. کروبی قرص ها هم نذاشتین بخورم. امنیتی یک بیام ایسم بندادش تو ماشین گوش ببرش خونه قرصشو بخوره، همونجا با کلید دست و پاشو باز کن برش گردون. دکتر پس من منتظر اینجا میمونم. امنیتی پنج دکتر جون تا برمیگردن شما یه رادیاتور از کتف من بگیر. دکتر رادیاتور چی شده؟ امنیتی پنج هیچی، دیروز داشتم از یکی اعتراف میگرفتم انگار مو برداشته کتفم. دادادنگ حالا زمان میگذره دوباره در اورژانس. امنیتی یک پیره من کف میکنید دست و پا زنجیر نیستا. کروبی لعنت الله. دکتر آقایان امنیتی ها تشریف ببرین بیرون، میخواییم اکسری بگیریم. امنیتی یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت ما نمیریم، ولش نمیکنیم، شما میخواییم درش بدین. دکتر نه به امام زمان، اشعه ایکس خطرناکه، کسی نباید در اطراف باشه، این مقرراته. امنیتی یک باشه میریم بیرون ولی پیرمرد رو هم میبریم. دکتر پس من چجوری عکس بگیرم؟ امنیتی یک بیا بیرون عکس بگیر. دکتر عملی نیست. دادادنگ این سرده تموم میشه، میریم دوباره به خانه. اینا برگشتن به خانه. بیت کروبی جواب عکس چی بود؟ امنیتی ها با هم نشد عکس بگیریم حاج خانم، شلوغ بود.
اهمیتی یک، بچه بریم زندانی های سیاسی منتظرن. اهمیتی ها میروند. بیت کروبی با مهربانی چای جلوی آقای کروبی میگذاره. کروبی چه خبر حاج خانم؟ بیت کروبی هیچی، از بی بی سی زنگ زدن نتیجه رادیولوژی رو میپرسیدن. دنگ تق این بخشم. چه قتل ها که نشد، چه خودکشی ها که نشد سر مسئله بکارت دختران در میهن فلک زده ما. برادران و پدران غیرتی، جوانای خواستگار باکر خواه و دخترانی که کارشون به خودکشی میکشید. امام جمعه اصفهان یک موقعی گفته بود که 74% دخترانی که ازدواج میکنند بکارت ندارند. آقای امام جمعه اصفهان گفته بود یک سال پیش و من مثنوی بکارت رو که یک صفحه هم بیشتر نیست اما اسمش همراه کتاب من آمده، تفریح المسائل و مثنوی بکارت هم یک صفحه اهمیتی داشته اندازه برای این کتاب که نام این مثنوی رو روی کتابم گذاشتم و نام کتاب رو با اون شریک شدم. اینا شش، اینا شش. اگه کتاب منو خواستید رو دروسی نکنید، به همین tafrihbook.com یه مراجعه بکنید، اونجا راحت کتاب رو میتونین که در بیابید و سفارش بدهید. این مسئله من خطاب به همون امام جمعه اصفهانه که گفت 74% دختران که ازدواج میکنند بکارت ندارند. الا ای شیخ جویای بکارت، الا ای شیخ جویای بکارت، بکار دختران ما چه کارد؟ الا ای شیخ جویای بکارت، بکار دختران ما چه کارد؟ شنیدم از پی جلب توجه، سر منبر به خود مالیده ای گو. آخه اینا رسمشون شده که برن سوژه های تازه پیدا کنن، اون بالا فیلم در بیارن و پوز بدن و خود ارضایی کنند و مخاطب ارضایی کنند و این حرفا. الا ای شیخ جویای بکارت، بکار دختران ما چه کارد؟ شنیدم از پی جلب توجه، سر منبر به خود مالیده ای گو. تو فرمودی بکارت ها که پاره است، دقیقا درصدش 74 است. شمارش را به دیگر کس سپردی و یا خود رفتی از داخل شماردی؟ نمیدانی، نمیفهمی بکارت نشان اختناق است و اسارت، اسارت در حصار خانواده مدال افتخار است و افاده. برادر غیرتی و آبرودار، پدر هم محترم در کوچه بازار، دوتایی چشمها را
تیز کرده مبادا خدشه افتد به پرده. حالا این برادره خودش چه کارها کرده؟ برادر غیرتی آبرودار، پدر هم محترم، در کوچه بازار دوتا این چشم ها را تیز کرده، مبادا خدشه افتد به پرده. تو هم که مرجع تقلیدشانی، ز پشت پرده آتش می فشانی. شما که دختری را سن 9 سال به شوهر می دهی راضی و خوشحال، چرا خواهی اگر شوهر نکرده شود 40 ساله سالم مانده پرده؟ بکارت مال دورانهای دور است، به زنهای جوان تحمید زور است. بکارت مثل پوشاک و حجاب است، بکارت مثل پوشاک و حجاب است که وابسته به حق انتخاب است. ندارد ربط این امر خصوصی به آخوند و شب عقد و عروسی. که گفته دختران دختر بمانند، به ناکامی و حرمان در بمانند؟ پسرها گرچنین آزاد هستند، به هر جا میرسد داماد هستند. چرا پس دختران در بند باشند، ز حیث سکس ناخرسند باشند؟ اگر دختر شده بی پرده زاده، و یا در ورزشی از دست داده، و یا با یار کرده عشق بازی، نکن از بهر او پرونده سازی. تو خواهی با نخ و سوزن بدوزند، بدین چاره بریشه تو بگوزند. تو خواهی با نخ و سوزن بدوزند، بدین چاره بریشه تو بگوزند. نجابت شیخ نادان پرده‌ای نیست، به این که داده ای یا کرده ای نیست. خودت شام زفاف ای شیخ بدزاد، بکارت داشتی ارواح بابات. در کون شما کنتور اگر بود، سر 1 هفته کنتور هم دمر بود. اگر 1 شب بمانی توی حوزه، بواسیر تو میچسبد به لوزه. خود از شام زفاف ای شیخ بدزاد، بکارت داشتی ارواح بابات. در کون شما کنتور اگر بود، سر 1 هفته کنتور هم دمر بود. اگر 1 شب بمانی توی حوزه، بواسیر تو میچسبد به لوزه. امام جمعه قدری حیا کن، زیادی زر زدن ها را رها کن. مبر سر را درون بستر خلق، که بینی گوزشان را تا ته حلق. برو طوری بکن دائم دکان را، که بشناسی همه اجناس آن را. فور اگزامپل دکان بول و غایت، بخور آنقدر تا جانت درآید.